مسلمانان بریتانیا همواره از برخورد نامناسب رنج برده و نسبت به این موضوع اعتراض می کردند. حالا یک مؤسسه رسمی فاش کرد که بریتانیا مسلمانان را به شهروندان درجه دو تبدیل می کند. همکارم علی اکبری گزارش می ده. مؤسسه روابط نژادی IRR اعلام کرد که سیاست دولت بریتانیا تبدیل شهروندان مسلمان به شهروندان درجه دو است. در همین راستا روزنامه گاردین به نقل از این مؤسسه نوشت قانون شهروندی و حفاظت از مرزها در بریتانیا به گونه ایست که باعث می شود مسلمانان در معرض تهدید و تبعیض قرار گیرند. بر اساس این قانون دولت بریتانیا اجازه دارد تابعیت بریتانیایی هر شهروند دو تابعیتی را در صورت نیاز از او سلب نماید. این مؤسسه توضیح داد که این سیاست عمدتاً بریتانیایی های آسیای جنوبی را که بیشتر آنها از جامعه مسلمان هستند هدف قرار می دهد. بر اساس بیانیه این مؤسسه علی‌رغم ادعای دولت مبنی بر اینکه مقام های بریتانیا از این قانون فقط علیه کسانی استفاده می کنند که تهدیدی جدی برای امنیت ملی هستند یا مرتکب جنایت شنیع شدند. اما اخیراً مقاله ای تحت عنوان گزارش شهروندی از حق تا امتیاز منتشر شده که به نکته دیگر اشاره می کند. این مقاله استدلال می کند که تأثیر این قانون آن است که موجب می شود برخی افراد دارای تابعیت به شهروندان درجه دو تبدیل می شوند. بر اساس این مقاله این امر موجب تداوم نژاد پرستی می شود و نارضایتی اقلیت ها را در بریتانیا به دنبال خواهد داشت. این گزارش همچنین معیارهای سلب تابعیت را مبهم و نامشخص توصیف کرده و نسبت به خطر استفاده از آنها برای اهداف سیاسی هشدار داده است. علی اکبری، اخبار شیعه.